خب سلام مهرانم از چنل یوتیوب اسپسیوم. بریم کورس وی جی اس خودمون رو وی جی اس 3 با هم ادامه بدیم. جلسه قبل تا اینجا اومدیم جلو و ببینم تو کجا اومدیم جلو. بسیار عالی، تا متد ها رو با هم کار کردیم. حالا بریم این جلسه یه کوچولو بیشتر در مورد پراپرتی های جدیدتر با هم صحبت بکنیم. من اینجا اومده بودم یه بخش نوشته بودم تحت ویدیوز، اینا رو همه رو من سلکت میکنم از اینجا، ویدیوز رو میکنم لایکس، خب چون یه کمی مفهومش مناسب تره برای حالا ادامه کارهایی که میخوایم بکنیم، مفهومش بهتر و مناسب تره. یه بار صفحه رو رفرش میکنم، همه ببینید کم میشه زیاد میشه، اینجا لایک داره اینجا لایک داره و این چیزا همونه، هیچ فرق خاصی نکرد، ولی یه کمی مفهومش برامون الان اینجا بهتره. بعد من بیام اینجا ورد رپ هم ببندم و به این صورت داریم میبینیم. حالا میخوام یه کاری بکنم، بگم که اگر ویدیویی، حالا این دیفالتش چند تاش 101 تاست، اگه ویدیویی بالای 100 تا لایک داشت، خب بیاد کنار این جاوا اسکریپت یه دونه هم بنویسه هات، یعنی ویدیویی که جذاب پر مخاطب و یه همچین چیزایی، کنار این جاوا اسکریپت بیایم این کار رو با هم انجام بدیم. برای این کار من نیاز دارم که یک عملیات محاسباتی رو انجام بدم. مثلا میخوام یه دونه computed property بسازم، یعنی بگم که بیاد بر مبنای یک اتفاقی که توی صفحه رخ میده یک محاسبه ای رو انجام بده. بذارید با همین متد ها بنویسیم. همینجا میام میگم که مثلا یک متدی بنویسیم is hot. خب آیا اون مقاله hot هست یا نه، و میگم که بیاد یک شرطی رو اینجا برقرار کنه، اینجا بگه که اگر this dot likes خب بزرگتر از 99 بود یا بزرگتر مساوی 100 بود، بیاد چیکار کنه، بیاد برام return کنه عبارت حالا توی پارانتز به این صورت hot رو. خب خیلی کار ساده. بعد من این is hot رو میارم و بعد از اینجا که حالا نوشتم کورس یک فاصله میزنم به این صورت، این hot is hot رو اینجا نمیزنم. یه بار رفرش کنم برام کار نمیکنه چون پارانتزاشو نذاشتم. ببینید اومده نوشته که این یه فانکشنیه، خب یعنی اومده اون ساختاره رو چاپ کرده، باید حتما پارانتزها رو بزنم که این is hot صدا زده بشه. اصطلاحاً دارم اینطوری صداش میزنم، وگرنه این نمیتونست اجرا بشه. حالا ممکنه بگید که پس چرا گفتی که توی کلیر کورس نیاز نیست که پارانتز ها رو بذاریم؟ بچه ها ببینید اینجا که من گفتم وقتی روی داید کلیک میخواد انجام بشه و این دابل کوت ها رو گذاشتم، اینجا داره کوت های جاواسکریپتی به صورت حالا مثلا اون حالتی که تو جاواسکریپت هست اجرا میشه، ولی اینجا بخشی از تمپلیت منه و خب اینجا نمیتونم انتظار داشته باشم که قوانینی که تو حالت قبلی بود اینجا هم برقرار باشه. پس شما باید حتما اینجا پارانتز ها رو بذارید. خب من یه بار رفرش کنم، حالا بهم میگه این قضیه هاته، اگه لایک هامو کمتر از 100 کنم دیگه نمیگه هاته. خب میبینید دیگه هات نیست، همین که به 100 میرسه میشه هات. خیلی جالب این حالت ریاکتیویتی که ویو جی اس داره کارها رو خیلی خوشگل و تر و تمیز برامون انجام میده. خب این قضیه خیلی خوبه، خیلی خوبه، فقط یه مشکلی داره. مشکلش مربوط میشه به متدها. بذارید حالا بهتون توضیح بدم. من اینجا که همین متد هات رو دارم، میگم یه کاری هم بکنه برام. یه دونه کانسول دات لاگ کنه. اگه بالای 100 تا بود مثلا calculation مثلا started به این صورت اینجا بنویسه، خودشم نمیخواد حالا توی if بنویسه، بگه که حالا عملیات محاسبه این که آیا hot هست یا نه شروع شد. وقتی صفحه رو یه بار رفرش میکنم این calculation started رو برام مینویسه. وقتی اینا رو دارم کم و زیاد میکنم، خب میبینید اون calculation دوباره هم انجام میشه. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، طبیعی هم هست دیگه، وقتی لایک ها دارن کم و زیاد میشن اون تابعه هی داره صدا زده میشه. ولی من میخوام یک کار دیگه هم بکنم.
میخوام یه دونه حالا این قسمت رو پاک کنم چون دیگه نیاز نیست اون مسیج رو چاپ کنه برامون. یکی دیگه هم میسازم، یه متغیر دیگه تحت عنوان کانتر، محاسبه اون شمرنده من. بعد میام برابر صفرش میذارم، همینجا زیر H1 یه دونه باتان میذارم که این کانتر رو برام اینجا چاپ کنه به این صورت، و میگم که هر موقع که این باتن کلیک شد خب یا چیکار کنه، کانتر رو یه دونه اضافه کنه. خیلی موضوع ساده ای دیگه، تا اینجا اینو کار کردیم. یه دونه بهش کلاس بدم، کلاس BTN و BTN مثلا warning به این صورت. یه بار میام سفر رو رفرش میکنم، یه دونه از این باتن ها اینجا اینجا شد، روش که میزنم میگه که 1 2 3 4 5 6. خیلی هم عالی، ولی یک اتفاق خیلی بدی رخ میده. چه اتفاقی؟ ببینید این کلکیولیشن که استارت شده به خاطر این هات، تا اینجا همه چی نرمال، من دارم روی یک اقدام دیگه توی صفحه کلیک میکنم، ولی این متدی که اینجا هست و میبینید کلکیولیشن استارت رو نوشته، یعنی همین متد ایز هات، اونم داره اجرا میشه. این فاجعه است. چرا من دارم یک کار دیگر رو انجام میدم ولی اون متدها برام اجرا میشن؟ خب متوجه شدید یا نه؟ من دارم یک رویداد دیگر رو انجام میدم ولی همزمان ایز هات هم داره توی صفم اجرا میشه. من این دوست ندارم یه همچین اتفاقی بیفته. چرا؟ چون فرض کنید شما هزاران متد دارید توی یک صف، حالا هزاران نگیم ولی ده ها متد دارید، یکی از اونا رو که حالا دارید یک تغییر توش ایجاد کنید، همه اونا دوباره با هم دارن صدا زده میشن، در حالی که من نمیخوام این اتفاق بیفته. من فقط میخوام وقتی که رویدادهای مرتبط با ایز هات دارن تغییر میکنن این اتفاق بیفته. این نکته در نظر داشته باشید که متدها همیشه و همیشه ازشون در رویدادها استفاده کنید. مثلا ایز کلیر کورس همیشه توی صفحه برام اجرا نمیشه، بلکه هر موقع که کلیک بکنم اجرا میشه. اما این بخش ایز هات رو من توی هیچ رویدادی قرار ندادم، پس نباید از متدها براش استفاده بکنم. پس چی کار بکنم؟ میام یک پراپرتی دیگه مثل همین متد رو می نویسم به این صورت، اسمش هست کامپیوتد، خود ویو جی اس اینو برامون معرفی کرده. بعد همین متد رو از اینجا کات میکنم اینجا قرار میدم. خب این فاصله ها رو هم پاک بکنیم و به این شکل الان من یه دونه کامپیوتد پراپرتی دارم. نکته جالب این که دیگه این پرانتز رو هم نباید بذارم، همین پرانتزه بود که باعث میشد هر اتفاقی که تو صفحه میفته اون ایزهات هم صدا زده بشه. اگه نمیذاشتیم هم اجرا نمیشد. ولی الان یه دونه کامپیوتد پراپرتی ساختیم به نام ایزهات و فقط این ایزهات رو اینجا مینویسیم و برامون میاد اون مقداری که نیاز بوده رو کامپیوتد میکنه. خب ببینید من اگر اینجا کمتر از 100 بکنم از بین میرفت، حالا دوباره 100 شد به وجود اومد. نکته جالبتر این که من یه بار رفرش میکنم، میبینید اینجا calculation started نوشته، من که دارم این یکی بحث رو مثلا تغییر میدم دیگه این قسمت رو تحت تاثیر نمیذاره، بلکه is calculated فقط زمانی تاثیر میگیره که لایک ها کم و زیاد بشن، یعنی خود این عدد تغییر بکنه. خیلی این قضیه مهم بود که شما بیاید اون قسمت هایی که داره یک عملیات محاسباتی رو برامون انجام میده و قرار نیست که توی یک رویداد هم حتی قرار بگیره، حتما حتما در مورد اینکه میخواید با متد بنویسید تجدید نظر کنید و مثلا بیاید از کامپیوتر استفاده بکنید که خیلی کار درست و حسابی تر و منطقی تریه. خب امیدوارم این قضیه رو یاد گرفته باشید، نگران نباشید اگه یاد نگرفتید. خیلی بریم جلوتر میبینید که مثال‌های متنوع‌تر رو توی پروژه‌های واقعی‌تر با هم کد می‌زنیم. اونجاست که شما باید در مورد مثلا کامپیوتر به تسلط برسید. الان باید چیکار کنید؟ هیچی، برید یه چند تا مثال برای خودتون بسازید. به جای این وبسایت مثلا فروش کورس که ما می‌خوایم بزنیم، شما بیاید یک وبسایت مثلا آشپزی بزنید، یک وبسایت فروش جزوه بزنید. پراپرتی‌های خودتون رو اونجا بسازید. مثلا در مورد پرایس شما صحبت بکنید. و با مثال هایی که خودتون میسازید با اونا سعی کنید تمرین کنید که کوچولو اینا رو بهتر یاد بگیرید. توی پروژه واقعی میبینید که چقدر استفاده ازشون راحت و جذاب و کاربردی.
ویدیو حتما در یوتیوب لایک کنید، چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، بعد زنگوله هم بزنید.